مهراد جان بالاخره بعد از مدت ها زبون باز کرد و این تخم کفترهایی که این چند وقت خوردهش مثل اینکه اثر گذاشت روش و یه پست اینستاگرامی گذاشت و چند جمله‌ای رو با مخاطباش در میون گذاشت. با ما تو این ویدیو همراه باشید. پست جدیدی که مهراد جان تو اینستاگرامش قرار داده و صحبتایی که انجام داده رو با هم یه مروری می‌کنیم. شما هم برای اینکه ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام سلام، چطورید؟ برو با عکس حالتون چطوره؟ به کانال خودتون کانال زرد تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. مهراد جان بازم توی اینستاگرام بعد از مدت‌ها یه دونه عکس و یه پست گذاشتش. البته این بارم چیز خاصی نگفته، مثل ربات یه متن آماده رو همینجوری اومد پست کردش. مهراد که یه 7-8 ماهی با دنیا جانبخت توی رابطه بودش، یه هویی بیخبر شهریور امسال، یعنی حدوداً 6 ماه پیش دنیا رو ول کرد و حتی سراغ بچه‌ش هم نگرفت و پاشد اومد ایران. از وقتی هم اومده ایران چیز خاصی نگفته و صحبتی انجام نداده. فقط توی پستاش یه عکس گذاشته و یه کپشنای مختصر نوشته. توی جدیدترین پست اینستاگرامش هم همین چند دقیقه پیش این عکس رو منتشر کرده شو توی کپشن پستش هم همین چند تا کلمه رو به صورت مختصر مفید نوشت: عشق است ایران، از جنوب تا شمال تهران. دقیقا مهراد هر 3 ماه یه بار پا میشه میاد یه دونه پست میذاره و توی اونم یه چند تا کلمه مختصر مینویسه. باز این سری به جمله داره نزدیک میشه کلماتش. سری پیش که فقط نوشت ارادت. حالا نمیدونم با این سرعت اگه بخواد پیش بره مهراد جان کی زبون باز میکنه و راجع به این 5-6 ماه سکوتی که داشته یه صحبتی انجام بده. بگه آخر ماجرای بچه چیه؟ چرا از دنیا جدا شده؟ چرا این مدت سکوت کرده و هیچ کاری انجام نمیداده و هیچ مصاحبه‌ای با هیچ کسی انجام نداده؟ الان واقعا توی ایران و میخواد فعالیت موسیقی بکنه یا نه میخواد برگرده لندن و زندگیشو ادامه بده؟ اصلا به نظرتون مهراد جان صحبتی برای انجام دادن داره؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. یادتون هم نره که این ویدیو رو لایک بکنید و کامنت بذارید و کانال ما رو هم اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و اون دکمه قرمز رنگ رو هم بکوبید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.